بینندگان عزیز شبکه جهانی سبا و شنوندگان نهایت گرامی نوایف، درود بر شما و برنامه زیبای نایریکا با ما فرهناز غنی‌زاده خوش آمدید. دوستان، میخواییم که در این برنامه در رابطه به یک موضوع بسیار جالب صحبت کنیم، پس تا پایان برنامه همراهی تمامی شما عزیزان را خواهانم. عزیزان، در جهان زنان امروز در جستجوی لباس‌های بسیار شیک و زیبا هستند، ولی زنان در افغانستان چگونه لباس ها را بیشتر می پسندند؟ در این برنامه روی ذوق، انتخاب و تغییر در لباس های زنان در افغانستان صحبت می کنیم و اینکه کدام نوع تغییر در لباس های دختران و زنان به وجود آمده و این دختران و زنان مطابق به فرهنگ و از دید اقتصادی بیشتر کدام لباس ها را می پسندند و زنان چگونه می تانند که لباس های دستدوزی خودشان را در بازار به فروش برسانند. در رابطه یک گزارش را با هم می بینیم و می شنویم. در این اواخر در طرز استفاده لباس زنان بیشتر رنگ لباس های افغانی به چشم می خورد. اما تفاوت در این است که طرز لباس‌های دستدوزی افغانی با لباس‌های مدل جدید خارجی میکس شده است. رنگ‌های سرخ، سبز، زرد و گلابی در آن به کار رفته. دامنش فراغ و از کم پایین‌تر از یخن چپن داده شده است و با همین طرز با لباس‌هایی که در گذشته‌ها کوچه‌ها می‌پوشیدند فرق دارد. حتی به مثل رسمی ما میبینیم در جامعه که زیادتر میپوشه. تاثیرش چیست؟ مثلا چرا مردم ها رو به لباس افغانی آورده؟ یک دلیلش است که میخواین مثلا فرهنگ قدیمی رو زنده بسازن و مردم ها نسل جوان به این کوشش هستن که مثلا فرهنگ قدیمی فراموش نشن. به مو خاطر لباس های افغانی قدیمی رو به شکل مدرن میاد و بشکال مختلف می‌سازند که مردم استفاده کنند. یگانه ویژگی که در این لباس‌ها وجود دارد این است که طراحان و خیاطان امروزه با در نظر داشت مد و استایل جدید برای زیبایی هرچی بیشتر از رنگ‌ها و طرزهای قدیمی لباس کوچیک با پولی‌ها و گلدوزی‌های دستی آن بهره برده و آن را با دخت لباس‌های غربی یکجا کرده و به گونه چپن، حجاب، سرپتلونی‌ها و امثال این آماده می‌سازند. یک خو صنایع دستی افغانستان ما یعنی زیبایی خاص خود دارند که دختر خانما و خانما بیشتر بالایش کار میکنه، از ظریف کاری می داشته باشه، به این خاطر بیشتر از صنایع دستی استفاده میکنند. با در نظر داشت ذوق و سلیقه زنان در افغانستان در نمایشگاه ها، قدرت زن نیز بیشتر در لباس ها به نمایش گذاشته می شود که زیادتر زنان و دختران در این اواخر از آن نوع لباس استفاده میکنند. لباس های ترکی که هست کیفیتش بالاتر است، جنسیتش هم بالاتر است و دختر خانم هایی که پیش ما میان میتونن در محفله خوشی، در آروسی، نکاح باشن و شیرینی خوری باشن از لباس های ترکی استفاده کنن خوبتر است. لباس های افغانی هم هست اما کیفیتش نسبت به مواد ترکی پایین تر است. در میان لباس های چپنی، کورتی، پیراهن های دراز زنانه با دخت ظریف و رنگ های متنوع آماده شده که در جاهای رسمی نیز قابل استفاده هستند. خاص بودن این لباس ها در دخت خامک، گلدوزی، پختدوزی، گرافدوزی و امثال اینها با دیزاین های مختلف در آستین و یخن و بالاتنه آن است. دیگه از لباس های چرمدوزی هم کار میکنیم، از کلابوتندوزی هم کار میکنیم، دیگه شیشه دوزی، دیگه هر قسم مردم از میان اینجا فرمایش میده که هر لباس خوش کنه از اون چیز برای جور میگره. خب دوستان عزیز، گزارش را با هم دیدیم و شنیدیم. گزارش بسیار جالبی بود و لباس های کمی که در کشور تولید میشه، برخی از مواد خامی لباس ها از بیرون از افغانستان وارد میشه. با ترکیب چند رنگ متفاوت یک پیراهن بسیار مقبول و شیک ساخته میشه که بیشتر خانم ها و دختر خانم های لباس ها را پسند میکنن و از این لباس ها استفاده میکنن.
دوستا، گرچه من هم میخواستم در برنامه از این لباس های دست دوخته خود زنان افغان استفاده کنم، اما این بخش از برنامه ایجاب نمی کرد که من قسم لباس ها را استفاده کنم، اما در بخش های بعدی این لباس ها را من پوشیدم. واقعا بسیار لباس های شیک و زیبا است و مرا هم مورد پسندم قرار گرفته. در همین رابطه یک مستند آماده است که ایره با هم میبینیم و میشنویم و در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بیشتر اوقات دکانداران لباس زنانه کارشان گاه به خوبی پیش می رود و گاهی هم با رکود مواجه می گردد. آنان تغییر ذوق زنان را در انتخاب لباس دلیل می آورند. بسیاری اوقات حتی لباس هایی که یک هفته از آن بگذرد آن را پسند نمی کنند. یکی از این دکانداران می گوید لباس های زنانه را که آنان به فروش می رسانند از 3000 شروع تا 15000 افغانی می رسد و این لباس ها توسط زنان بیشتر برای محافل عروسی استفاده می گردد. عزیزان، ما در فروشگاه کالای وطنی هستیم و خوشبختانه میبینیم که بازار کالای وطنی در این روزا بسیار گرم است و خانم ها و دختر خانم ها بیشتر از این لباس ها استفاده میکنند. خودتون میبینین قسمی که دخت این لباس ها را میبینین و فیته هایی که استفاده شده یک زیبایی خاصی به این لباس ها بخشیده و جنسی که استفاده شده خیلی با کیفیت است و من فکر کنم از این خاطر زنان و دختران بیشتر این لباس ها را پسند میکنند و حتی بیشتر در محافل رسمی و غیر رسمی از این کالا استفاده. در مورد بازار فروش کالای وطنی صحبت کنیم که دلیل از این چی است که دختر خانم ها در این زمانه بیشتر کالای افغانی را پسند میکنند؟ والا حال فعلا زیادتر مروج شده در تمام عروسی ها محفل های خوشی زیادتر دختر خانم ها به لباس افغانی علاقه زیاد دارند و لباس هم که از لباس سابقه لباس ملی ماست دوباره زیاد مروج شده در تمام جای ها در ولایت ها، کابل، مرکز، داخل، خارج، تمام جای میرن، زیادتر خارج میرن میبرن از قبیل چرمدوزی، گلاباتوندوزی، دستدوزی، موردوزی، هر لقم لباس است. روزانه چقدر فروش دارین شما؟ بیشتر به کرا میگیرن یا میخرن؟ بله بله، کرایه ما داریم، فرمایشی هم داریم، فروش هم داریم. در مورد جنس های از یا صحبت بکنیم که تکش از کجا میارین؟ تکشان آینیش، خامک دوزیش، تکشان مروجان خود در بازار است، از پاکستان میه، از چین میه، از تمام نزدیکی ها میه. دیگه ما تمام این لباس ها را که جمعی بینین یک دانش ما از بازار خریداری نکردیم، تمامش ساخت دست خود ماست. چرمدوزی است یا گلاباتون است یا ای است، هر کدامش که باشه کلی ساخت دست خود ماست. در مورد قیمتش صحبت کنین، قیمتا... چی فرق داره قیمت کالای وطنی بله بله. با کالایی که از خارج از کشور وارد میشه؟ قیمت ها مختلف است. اینال ما پیران داریم، مثلا اینی پیران است قیمتش 2500 افغانی است، اینی قیمتش 8000 افغانی است. از... چی دلیل؟ اینا خب فرق میکنه، جنسیت فرق میکنه، بله بله، کارش، مدل، جنسش. اینا را که میبینین این 12000 افغانی قیمتش. تمام تکش بخمل است، بخمل لیزری است، بخملش خوبش است. این موردوزیش هم در خود داخل کشور صورت بله بله، این را دختر خانم ها زمین جمعیان میبرن در خانه موردوزی میکنن، پس دوباره جمعیان را ما بسته بندی خودم میکنه. بلندترین قیمتش تا چند میرسه و پایینترین قیمتش تا چند؟ والا بلندترینش تا 20000 25000 هم است، از 2000 دیگه به پایین نیست. به غیر از کالای وطنی که زنانه است، مردانه همه است؟ بله بله، مردانه هم داریم، واسکتش داریم، چرمدوزی، واسکت های گلاباتوندوزی، واسکت های ساخت خود ما که میکنیم برای این واسکت هاست؟ این واسکت های آینکاری هست، اینا اینی واسکت را که در جان خود میبینی از دامات ها میباشه که مثلا پیرانش میبینین دیزاین میشه کتیش برای این تقریبا مدلش جدیدتر است. بله آه، مدل های جدید است. قیمتایش باز مناسب است؟ قیمتایش مختلف است. قیمت از یا مختلف، از این قیمتش مثلا 800 افغانی است،
از این قیمتش 2000 افغانیست. بله. باز امرای کلاهش چنده؟ امرای کلاهش کت کلاهش لباسش لباس دیگه بازی پیران تنبان جور میکنن خودشان دیگه پیران تنبان ده خیاطی جور میکنن عرقه میکردن. کلاهی تفلانه هم داری؟ بله تفلانه هم داره. ما اونا رو میبینیم اونا تفلانه است دخترانه است. فقط یک تا نمونایشون زدیم دیگه لباس در داخل ویترین است. باز هر دیزاین را که بخوایم میتیم برشون. از یا بیشتر تکی میبرن یا به صورت گروهی؟ نه به صورت گروهی هم میبرن تکی هم میبرن. تکی به این میبرن که مثلا برای کدام آروز دیگه در غیر از اون مردم مثلا میان 10 نفر 12 نفر کرایه هم میبرن. کرایش تا چند است؟ کرا یعنی وضعی مردم میکشه؟ میکشه بله میکشه وضع مردم. بله، سپاس از شما. تشکر، زنده باشین. از تلویزیون سوان تشکر، زحمت کشتین شما. بله دوستان عزیز، میبینی که واقعا کلاه وطنی و دخت لباس وطنی یک دخت بسیار عالی بسیار ظریف داره و من فکر کنم که دلیل یکی از دلایلی که دختر خانم های لباس پسند میکنن اینمی دخت و طرح و دیزاینش است که واقعا زحمت زیادی کشیده میشه تا یک قسم یک کلاه جور بشه. در این اواخر یک تعداد زنانی که در سیاست و بیشتر در وزارتخانه های مختلف و پارلمان حضور دارند از لباس های مکس افغانی و مدل جدید استفاده می کنند که از این سبب این طرز لباس ها از شهرت خاص برخوردار گشته است. عزیزان شما رو مجدداً خوش آمدید میگم به ادامه برنامه زیبای نایریکا و میخواییم که باز هم در مورد لباس هایی که زنان افغان بیشتر پسند میکنن کدام لباس ها هست صحبت کنیم. لباس های محلی به مساوی هویت ملی و یکی از بارزترین مظاهر قومی در افغانستان نقش بسیار مهمی در حفظ هویت اجتماعی جامعه این کشور ایفا میکنه و ارتباط بسیار تنگاتنگ و با ارزش و معیارهای فرهنگی، اخلاقی و معنوی اقوام مختلف را داره. در مورد مصاحبه ای داشتیم با بانو وحیده شیرزاد رئیس شرکت صنایع دستی زنان. مصاحبه را با هم میبینیم و میشنویم. در ادامه برنامه ما را فراموش نکنیم. دوستان به ادامه برنامه نایریکا خوش آمدید و در برنامه هستند خانم وحیده شیرزاد رئیس شرکت صنایع دستی بانوان که بانو وحیده را به برنامه خوش آمدید. بانو شیرزاد درود بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه. یک سلام بر شما و یک سلام به تمام دستندرکاران برنامه شما و از طریق تلویزیون شما به تمام هموطنان عزیز. ممنونتون، سلامت باشین. بانو شیرزاد، چه چیزی باعث شده که شما چنین شرکتی داشته باشین و خودتان چقدر طرفدار استفاده از کالای وطنی هستین؟ همین وضع اقتصادی که در خانواده ایجاد باعث زمین میشه که اقتصاد آدم به این چی میرسونه، نتیجه میرسونه که آدم باید کار و فعالیت داشته باشه، چون یک فامیل خوشبخت میتونه که یک اقتصاد خوب و خانواده را داشته باشه در بالای همسر خود آدم کار و وظایف داشته باشه و می باعث شد که من به کار فعالیت شروع کنم و مسئولات وطن می خواهیم که رشد بدم. این چیزی که ما داریم باید از استفاده شود. فعلا شکر خداوند است که امی صنایع وطن ما سابقه اگر کسی هموطنای خود ما استفاده نمی کرد زیادتر خارجی ها استفاده می کرد. حال خوشبختانه در این مدت 3 سال که من خودم به کار فعالیت شروع کردیم می بینم که دوستا زیادتر از لباس های وطنی، از زیورات وطنی، چیزایی که تولید وطن خودمون زیادتر استفاده میکنه. چرا چی ویژگی در لباس ها باعث شده که طرفداران زیادی داشته باشه؟ چون کیفیتش بالا است و کار دست است و چیزی است که مطمئن میتونن تا 1 سال 2 سال بر استفاده کنن و حتی بر 5 ماه 6 ماه استفاده کنن. چون چیز با کیفیت است و اما تا کار دست است که اونا با دست سوزندوزی میکنن این با کیفیتش بالاتر است. در مورد قیمت های صحبت کنین، آیا قیمتش مناسب است؟ یعنی هر هموطن متوان خریدنش داره؟ اینجا خواهرای ما هستن که لباس تولید میکنن و جنس هایی دارن که با کیفیت عالی و قیمت ارزان
هرزه میکنن بر بازار و وطنهای عزیز ما میتونن که از استفاده کنن جنس های با کیفیت با قیمت ارزان. خود این همی تکی که به این کالا و کار میره یا موادی که به این کالا استفاده میشه یا کلش از داخل وطن خریداری میکنی از خارج از وطن؟ کلش از داخل وطن است و چون جنس هایی که هست اگر تکه هست تکی کتان خود ما هست از وطن خود ما که با لباس ها کار میشه و خنه و اینای زیاده است کار دست است که خانم ها با دستای خود بیر ظریف کاری میکنن میدوزن. برای نهادی نشدن این فرهنگ برای از اینکه بتونن کل هموطنهای ما از کالای وطنی خود ما از صنایع دستی خود ما استفاده بکنن خودتان چی برنامه هایی دارین؟ ما در حدود یک سال میشه که برنامه خرد کوچک نمایشگاه برگزار میکنم و خوشبختانه این بازار را داریم مرکز تجارتی بابا شاه صدوزی است که ما داریم که خداوند خیر نصیبشان کنه که بازار در دست خانم‌ها قرار دادن که هفته دو روزه ای بازار ما نمایشگاه خانم‌ها می داشته باشن چهارشنبه و پنجشنبه و این بازار ما داریم و از این طریق میتونیم که مصدر خدمت به وطن هم شویم و خانم‌ها میتونن از این بازار استفاده کنن تولیداتی را که دارن از همین جا به نمایش میگذارن و یکان برنامه‌ای که من خودم می داشته باشم در این بازار این رقم زیادتر هم توجه مردم جلب میشه و هم زیادتر فروشات خوب می داشته باشن این خانم. خودتون از این کالا استفاده میکنین؟ بله در خانه استفاده میکنم اما در بیرون نمیتونم استفاده کنم. در محافل رسمی؟ بله در محافل که رسمی محافل شخصی باشه استفاده میکنم اما در محافل که شخصی باشه رسمی باشه نه. برای از این که خانم ها و دختر خانم ها بیشتر تشویق شوند که از این تولیدات وطن خود ما استفاده بکنن پیشنهادتون چی است؟ پیشنهاد ما می است که جایی که برنامه می باشه یا نمایش می باشه و یا جایی که میبینن خواهرای ما زحمت کشیدن و سایلاشون رو به نمایش میگذارن باید از اونجا برن دیدن کنن و مسئولاتی که اونا دارن با دوستای ظریف خود اونا این کارا را تنظیم کردن منظم ساختن باید از اون استفاده کنن. خودتان کدام شرکت برای آموزش صنایع دستی برای خانم ها دارین یا کدام برنامه اگه داشته؟ فعلا دیگه در نظر دارم چون ما قدر بودجه زیاد نمیداشت نداریم که تو یک جایی را ما آماده بسازیم که خواهر خود گرد خود جمع بسازیم و فعلا یک کارگاه کلچه را ما فعلا آماده ساختیم که در حدود 25 خانم اونجا جمع کردیم که اونا کلچه را تولید کنن کلچه مزه‌دار و با مزه اینا تولید کنن تانستیم و در نظر دارم که تا اینده یک جایی را جور کنم بر خانم‌ها که خانم‌ها از اونجا بیاین و آموزش بر از اونا بدیم که همین محصولات تولیدات وطن خود ما را اونا آماده بسازن و یاد بگیرن. از برنامه های آینده ایتان در قسمت صنایع دستی یا تولیدات داخلی اگر کدام نظر داشته باشین؟ نظر من می است که من آدمی هستم فعال می دهم زیادتر خوش دارم که تب تلاش کنم و زیادتر خوش دارم که به خواهرای خود خدمت کنم بدون هدف می خواهیم که همیشه بازارهای را ایجاد کنم که خواهرای ما بتانن که محصولات را که اونا تولید میکنن اونا امکانات از زیر ندارن که یک جای دفتر برای خود بگیرن و یک جای تولید داشته باشن چون این بازارها را برشان ایجاد کنم که اونا بیاین محصولات چنان به نمایش بگذارن و همیشه همی کار فعالیت ما همی است که می خواهیم که اگر برنامه نمایش داشته باشم. خودتون به عنوان یک خانم که جرأت به خود دادین و یک شرکت باز کردین به خاطر صنایع دستی و خانم هم همراهتون همکاری میکنن به دیگه خانم ها چی گفتنی دارین؟ پیام ما به دیگه خواهرای ما همی است که خواهرای که در خانه هستن هر کدام از اینا یک عرفه یاد دارن و اینا قرارم در خانه ششتن و منتظر همی هستن که شوهرشان یا برادرشان یا پدر خانواده حایت کنه از بیرون بیارند خانه ای رقم نه باید دوش به دوش پدرشان همسرشان و برادرشان باید کار کنن فعالیت کنن و فضای خانه رو صلح صفا ایجاد کنن و می خشونت بسیاری خشونت ها در خانه ها ایجاد میشه به می خاطر ایجاد میشه که یک مرد خانواده میره در بیرون کار میکنه فعالیت میکنه و همگی منتظر یک نفر میشینه ای که دست به دست هم داده همگی فعالیت کنن کار کنن و خواهرای ما می چیره بر خود جرأت بر خود بتن براین از خانه براین و در پولی ما هم گام قدم بردارن و یک آینده درخشان بر خود و بر خانواده خود بسازن. بله بسیار عالی سپاس از حضورتان به برنامه. تشکر شما از ممنونتون سلامت باشین. دوستان از موارد برنامه و این نتیجه می رسیم که استفاده از پوشاک بومی و سنتی در دهه های 80 و 90 میلادی بسیار کم رنگ شد متاسفانه اما خوشبختانه حال افزایش چشمگیری داشته. لباس های مردان و زنان با تنوع در دوخت و گزینش نو، شکل و طرح‌های متفاوت با شیوه های مختلفی که داره
در مغازه های افغانستان به فروش میرسه و دختران و زنان افغان این نوع لباس ها را در این روزها بیشتر پسند میکنند. عزیزان، به پایان برنامه امروزی رسیدیم. ممنون از همراهی تمامی شما عزیزان. تا برنامه بعد که در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک میسپارم. البته ناگفته نباید گذاشت که شما عزیزان میتونید که ما را در صفحات اجتماعی هم دنبال کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.